بیستمین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس در حال برگزاری است. روز اولین اجلاس با گزارش ویژه نابی پلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد و با قرائت گزارش گزارشگرهای موضوعی در روزهای آتی ادامه خواهد یافت. همزمان با ارائه این گزارش‌ها، سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و فعالان نیز در قالب سازمان‌های غیردولتی و یا مستقل برای رسیدن به چشم‌اندازی روشن از وضعیت حقوق بشر ایران کمک خواهند کرد. از جمله گروه‌های حقوق بشری، سازمان سودوین، سازمان حقوق بشری ایرانی و دارای مقام مشورتی در سازمان ملل متحد است. به عنوان یک سازمان حقوق بشری بین‌المللی در ارتباط با گزارش خانم پیلای موضع‌گیری کردیم و از جمله مسئله حکم اعدام و تا اون روز اعدام نشده بودن هم‌میهنان عرب ما در خوزستان و در مورد اعتصاب قضایی آقای کبودوان که تا اکنون اعدام داره عملا به شورای حقوق بشر گزارش دادیم و خب از خانم پیلای خواستیم که تعهداتی که جمهوری اسلامی در روند بررسی ادواری داشته روز گذشته و همزمان با ارائه گزارش موضوعی مربوط به حق تحصیل در ایران، برخی فعالین پیشین دانشجویی و بازماندگان از تحصیل در ایران با حضور در این نشست به ارائه گزارش و تجربیات خود از محدودیت‌های تحصیلی در ایران پرداختند. توی این پنل در واقع با کمک و همکاری کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران، سه تا از فعالین سابق دانشجویی حضور داشتن، آقای صادق شجاعی حضور داشتن که پیرامون بحث محرومیت از تحصیل ها در انواع اقسام مختلفش صحبت میکردن، آقای پویان محمودیان گزارش ارائه دادن که اساسا سیستم آکادمیک ایران به لحاظ ساختاری به چه شکل هستش و این اواخر برخوردهایی که با اساتید شده بود اهم از بازنشسته کردن های اجباری در مورد این مسئله صحبت کردن و من هم در قسمت آخر در مورد وضعیت دانشجویان زندانی با این رویکرد که به هر حال زندانی کردن دانشجو خودش به نوعی محروم کردن دانشجو از حق تحصیلش به شمار میاد صحبت کردم. این نشست سه هفته به طول خواهد انجامید و امروز روز سوم آن سپری شد. بر اساس گزارش‌های ارائه شده این انتظار می‌رود که در روزهای آتی نام ایران در حوزه‌های مختلفی همچون بهداشت، حقوق زنان، اعدام‌ها، آزادی بیان و دیگر موارد مطرح شود. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای ایران هر ساله در دو نوبت گزارش خود را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. بر اساس موضوعات موجود در گزارش‌ها، سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند دیدگاه‌ها و تحلیل خود را نیز ارائه دهند. سازمان ملل متحد برآیند دریافت‌های خود را از وضعیت حقوق بشر ایران در قالب قطعنامه‌ای اعلام خواهد کرد. در 20مین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد، موضوع حقوق بشر سوریه و ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. احمد باطبی، صدای آمریکا.